درود بر شما، به باخبر ایران شهر خوش آمدید. امروز کیوانشید 11 فروردین ماه 2583 ایرانیه و 30 از ماه مارس 2024 و شما بیننده و شنونده تفسیر سیاسی ایران شهر هستید. با ما در این برنامه همراه باشید. همیهنان عزیز و بزرگوارم، شب گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه پوریا زراعتی مجری شبکه ایران اینترنشنال مورد حمله فیزیکی قرار گرفته و با چاقو بهش حمله کرده. امروز اخبار بیشتری بیرون اومد و معلوم شد که پوریا زراعتی چاقو خورده و تو بیمارستانه. پلیس انگلستان هم خب به طرز خیلی ریلکسی داره به موضوع رسیدگی میکنه و چیز جدی نیست. به نظر میرسه این حمله هرچی که بوده چیز جدی نبوده، یعنی کسی نمیخواسته اینو بکشه و این حمله بسیار بسیار در مجموع هم میتونم بگم مشکوکه. البته بذار از همین الان یه چیزی مشخص بکنم، ما در راه سیاسیمون و چیزی که داریم میسازیم خط و مرز داریم، برعکس بسیاری که هر روی چیزی میگن. ما اینطوری نیستیم، ما خط و مرز مشخص داریم، بر پایه تمدن ایرانیه، بر پایه خرد ایرانی و اخلاق ایرانیه و خیلی محکم و مستحکمه. حمله به خبرنگاران، حمله به غیر نظامیان، زنان و کودکان، کسانی که حتی مثلا فرض بکنید فرزندان سپاهیان، اینا خط قرمز ما هستن و هر گونه اقدام علیه غیر نظامیان و به خصوص روزنامه نگاران و اینا که فیزیکی باشه و مثلا برای آزار اونها باشه، آزار جسمی منظورمه، شما آزار روحی میتونی برسی، میتونی صحبت بکنی چون اونا هم صحبت میکنن، اما هر نوع آزار جسمی از این قبیل ترور به حساب میاد. بسیاری تو الان من میدونم فکر میکنن که ترور یعنی معنیش اینه که مدل مخفیانه و بسیار جاسوسی وار بری یه نفر سر به نیست بکنی. نه، معنی این ترور این نیست. ترور این کلمه انگلیسیه. خب معنیش چیه؟ وحشت آفرینی. زمانی میگن یه نفر ترور انجام داده و تروریسته که کلن با وحشت آفرینی میخواد کارش رو جلو ببره، میخواد روزنامه‌نگار رو بکشه، میخواد مردم رو بترسونه، بکشه و خفه بکنه صداشون رو. این کار یک تروریسته و تروریست معمولاً کسیه که دست به اسلحه میبره یا اصلا سلاح داره. سپاه، بسیج، نیروهای نظامی رژیم، آخونده اصولاً چون قدرت رو دارن در دستشون، اینا همشون تروریستن و همشون از زور و اینجور چیزا استفاده میکنن. در مورد اتفاقی که برای پوریا زراعتی افتاد، نظر من مشخصه، تروره. این اتفاقی افتاد تروره، اما این ترور بسیار مشکوکه چون ترور از این گونه زمانی اتفاق میفته که واقعا میخوان یه نفر سر به نیست بکنن. حالا ممکنه انگیزه هایی وجود داشته باشه. الان اخیرا رژیم شروع کرده به سر به نیست کردن مخالفین، اما اینکه مثلا رژیم اسلامی یه همچین ریسکی بکنه، چون الان چنین اتفاقی علیه رژیم در سر میشه تو انگلستان. الان انگلستان خب میدونید که خیلی سازشکار بوده با رژیم، خیلی راه اومده، اصلا رژیم فرزند انگلیسه و الان این اتفاقات بسیار فشار خواهد آورد به دولت و حکومت انگلستان برای اینکه با رژیم یه مقدار سفت و سخت‌تر رفتار بکنه، چون خبرگزاری‌ها مثلا روزنامه‌ها و دیگر شبکه‌های خبری انگلستان در مورد صحبت خواهند کرد و دولت انگلیس رو زیر فشار می‌ذاره. خب بنابراین الان چنین اتفاقی برای چی باید بیفته؟ ببینید، تنها گروهی از چپ گرفته تا راست راست که اعتقاد داره در حال حاضر که با خشونت باید کار انجام داد رژیمه. به جز این مجاهدین خلق هم هستن که از این کار رو میکنن. اخیرا مثلا در ویدیوهایی که ما دیدیم در 22 بهمن همین امسال مجاهدین حمله کردن به پادشاهی خان و کتک میخواستن بزنن و کتک زدن، یعنی هنوز وحشی هستن که هستن. اما کاری که الان ایران اینترنشنال داره میکنه چیزی نیستش که مجاهدین خلق رو به خشم بیاره، رژیم رو هم به خشم نمیاره. چرا؟ به خاطر اینکه تجزیه طلبه. در این حال پوریا زراعتی الان مدت هاست در حاشیه است دیگه، الان در مرکز این درگیری ها و اینا نیست. اینکه چرا این اتفاق داره میفته زوده من بخوام براش قضاوت بکنم، واقعیت اینه. اما چیزی که قطعا حتمیه در این مورد اینه که این اتفاق برای انحراف اذهان عمومی ایرانیان انجام شده و نمیخواستن واقعا دردسر جدی درست بکنن هر کی بوده. احتمال بسیار بسیار قوی من میدم رژیم بوده این کار انجام داده، به خاطر اینکه
الان فقط رژیم این کارو میکنه. اولا دوم با چنین کاری میتونه یک پیامی بده به مخالفین ایرانی در خارج از کشور، بگه آقا شما در لندن هستی، در نیویورک هستی، در امان نیست. اما در این حال نمیخواستن بکشن پوری زراعتی رو شاید، به خاطر اینکه اگر میکشتن واقعا مشکل جدی میشد برای رژیم. این دومه. سومه اینکه چنین خبری الان نیازه، به خاطر اینکه روزهای گذشته تمام اخبار و تمام توجه مردم در داخل ایران فقط به یه چیز بوده، اینکه انقلاب ملی ایران جان تازه یافته با نوروز 2583 ایرانی. الان امروز مثلا بانو سپهری و برادر بزرگوارشون از زندان پیام دادن برای ملت ایران و دقیقاً برعکس بسیاری که هنوز کنوزه میگن 1402-1403 این اعداد مسخره و بی ربط رو به ایران تکرار میکنن، امسال ایشون گفتن که سال 2583 ایرانی رو تبریک میگن به مردم. اما از طرف دیگه چرا الان رژیم واقعاً چنین کاری ممکنه بکنه؟ ببینید، اول اینکه بعد ابعاد مختلفش بیرون بیاد ما قضاوت رو درست بگیم. اما اگر رژیم باشه این کاری کرده باشه که احتمال بسیار بسیار قوی الان همه میدن که این رژیم باید بشه. ببینید، رژیم الان در تمام کشور مواجه شده با اینکه در زمان نه تنها ماه رمضان بلکه شب‌های قدر که مردم زار می‌زدن، قرآن می‌کوبیدن تو سر خودشون مثل یک مش بدبخت بیچاره که بیچاره هم شدن آخرش، الان برعکس شده داستان، می‌زنن و می‌رقصن به یاد نوروز، به نام نوروز و به رسم و به آیین نوروز. تمام کشور شده رقص، تمام کشور همه جا بزن و برقص، فقط از شمال شمال تا جنوب جنوب، از شرق شرق تا غرب غرب، همه ایران به نام نوروز دارن میزنن و میرقصن، اونم در شبهایی که دقیقاً برعکسش آخوند و توقع دارن باید گریه بکنن و زار بزنن برای علی ابن ابی طالب، سرور، جد، بزرگ و نژاد کل این روحانیت شیعه و کل این علی خامنه‌ای و سیدها. خب در این شرایط به نظر من رژیم باید خیلی کارهای بیشتری هم میکرد. یعنی الان بازی رو باخته، به نظر میرسه که این اتفاق بسیار شتاب زده هم بوده، یعنی خیلی یه دفعه از هیچ جا یه چیز اینجوری در اومد، یه خبری بشه. الان تمام رسانه ها راجع به این دارن صحبت میکنن، اینترنت پر شده از این داستان، یه سری ناراحتن، یه سری خوشحالن. از داخل ایران ما میبینیم که مردم خوشحالن از این اتفاق. ما نمیتونیم چه این چیزی رو توضیح بکنیم. ببینید، ما به لحاظ فعال سیاسی کارمون باید چارچوب داشته باشه. شما کیلویی نمیتونی حکم بدی. خب و ما هیچ وقت، نه الان و نه هیچ وقت دیگه، هیچ وقت حمله فیزیکی برای آسیب رسوندن به هیچ روزنامه نگاری رو توصیه نمیکنیم. حالا ممکنه مثلا تو سپاه پاسداران یه سری روزنامه نگار باشن، اونا داستانشون سواس، یعنی اگر یه نفر سپاهی میره مردم میکشه بعد میاد مقاله مینویسه، این به این معنی نیستش که این الان باید در امان باشه. نه، شما اگر یه جنایتی کردی، جزء یک سازمان تروریستی هستی، دیگه داستان تمومه. حالا مقاله مینویسی، روزنامه‌نگار هستی، مجری هستی، نیستی، به درک، اینو مهم نیست. صحبت از روزنامه‌نگار وقتی ما می‌کنیم، کسی که فقط مقاله مینویسه، شما در مقابل اون مقاله مینویسی، اینا حرف میزنن، ما هم در مقابل اون میایم حرف میزنیم، این کار ما. بنابراین داستان حمله به روزنامه‌نگاران اینه. ما نمیتونیم هیچ وقت خوشحالی بکنیم. بله، من با پوریا زراعتی الان بیش از یک ساله که به شدت اختلاف نظر شدید پیدا کردم، به خاطر اینکه پوریا زراعتی اصلا رفته برای تجزیه طلبا داره کار میکنه، بعد از اینکه اون به اصطلاح منشور مهسا که بعد معلوم شد اصلا یک توطئه بوده برای اینکه شخص شاهزاده رضا پهلوی رو از قدرت پایین بکشن، شروع کرد بدون اینکه قبل از اینکه در بیاد ابعادش و معلوم بشه که داستان چی بوده و چه دسیسه بزرگی بوده، پوریا زراعتی شروع کرد حمله کردن به پهلوی و بعد معلوم شد که پوریا زراعتی خودش جز اون تئوری و جز اون کلن دسیسه بوده. یعنی نزدیک شدنش با پهلوی و خوشو بش کردنش و همه اینا جز این نقشه بوده که شاهزاده رو بکشن داخل و ازش امضا بگیرن به قول خودشون، به اعتراف خودشون که او هیچ سمتی رو در ایران قبول نخواهد کرد. بنابراین ما اختلاف نظرهای شدید داریم با پوریا زراعتی، اما ما در عین حال خط و مرز هم داریم. مشخصه که در حال حاضر تنها کسی که نیاز داشت جریان فکری و ذهنی مردم، چون تمام اینترنت پر شده از فیلم و ویدیو از بزن و برقص در شب قدر، الان هم اعلام کردن که 13 به در میخوان تمام مراکز و اماکن بازدید و حضور مردم در طبیعت رو ببندن. رژیم گفته میخوایم ببندیم، 13 به در تعطیله و 13 به در امسال جنگ بین ایران و رژیم اسلامی. مردم ایران باید آماده باشن، این بخش از مبارزه است.
اگر کوتاه بیایم اینو بدونید، به ایران خیانت کردیم. پایدار و سرفراز ایران و ایرانی، جاوید شاه، تا با خبر بعدی، بدرود.